از همون اولی که رفتیم مدرسه توی گوشمون کردن که هر کسی فوتبالش خوب باشه درسش ضعیفه و هر کسی که درسش خوب باشه فوتبالش ضعیفه. این درسته که این نظریه کاملا غلطه، اما یه سری از فوتبالیستا توی سنین پایین به فوتبال پیوستن و علاقه من به فوتبال شدن و فوتبال رو حرفه‌ای ادامه دادن و همین باعث شد که از تحصیلات صرف نظر کنند. اما یه سری از فوتبالیستای با استعداد معروف علاوه بر اینکه فوتبال رو به صورت جدی ادامه دادن، تحصیلات خودشون رو پیگیری کردن و ادامه دادن. توی این ویدیو در مورد فوتبالیستای صحبت می‌کنیم که به قول معروف باسوادن و تحصیلات خیلی بالایی دارن. پس اگر دوست داری بدونی که مسی و رونالدو با اینکه فوتبال رو واقعا اسطوره‌ای دنبال کردن و به اسطوره‌های فوتبال تبدیل شدن، سواد درست حسابی دارن، مدرک تحصیلی دارن و اصلا نظرشون راجع به تحصیل چیه، این ویدیو رو تا تموم کن. رومرو لوکاکو که در حال حاضر توی تیم آس روم بازی میکنه، اهل بلژیک و متولد سال 1993 است. رشته تحصیلی لوکاکو مربوط به روابط عمومیه و در سال 2009 مشغول بازی کردن در تیم‌های فوتباله و اون همچنین در باشگاه معروفی قرارداد امضا کرده مثل باشگاه چلسی. اون علاوه بر فوتبالش تحصیلاتش هم ادامه داد و همچنین به زبان‌های مختلف انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی و دو زبان دیگه مسلطه. جالب اینجاست که لوکاکو تحصیلات خودش رو تا مقطع خیلی بالا یعنی دکترا ادامه داده. آندرس اینیستا، این بازیکن اسپانیایی متولد سال 1983 و تحصیلات اون در زمینه علوم ورزش و بیولوژی، یکی از افرادی که تحصیلات رو در کنار ورزش دنبال کرده و به درس خوندن خیلی علاقه داشته، به همین خاطر تونسته زندگی و شرایط خیلی خوبی برای خودش به وجود بیاره. آندرس اینیستا توی 20 سالگی خودش تونست جایگاه خیلی خوبی رو برای خودش ایجاد کنه. اون همچنین در زمینه فوتبال هم در تیم‌های معروفی بازی کرده مثل بارسلونا و در کنارش در علوم ورزشی هم تحصیلات خیلی بالایی داره. فرانک لمپارد، این بازیکن متولد سال 1978 و به گفته خودش روی انگلیسی بریتانیایی میدونه. درسته که در حال حاضر از فوتبال بازنشسته شده، اما در زمان خودش یکی از بهترین ها بوده. جالبه بدونید اون هم در لیگ قهرمانی خیلی زیادی به دست آورده و هم در فوتبال اروپا پادشاهی کرده و بازی درخشانی از خودش به جای گذاشته و تحصیلات و درجات علمی هم خیلی خوب پشت سر گذاشته و جز افرادی که سطح هوشی و آی کیو خیلی بالایی دارن و یکی از باسوادترین بازیکنان فوتبال در جهان محسوب میشه. اون در زمینه مربیگری هم آموزش دیده و تا مدارج بالا اون رو دنبال کرده. فرانک لمپارد به درس خوندن به گفته خودش خیلی علاقه داشت و همین خاطر دو دکترای مختلف رو گرفته از دانشگاه‌های معتبر دنیا. وینسنت کمپانی، این بازیکن متولد سال 1986 و اهل بلژیکه و الان از فوتبال بازنشسته شده و به مربیگری مشغوله و در حال حاضر مربی یکی از تیم‌های لیگ برتری انگلیسه. اون در زمینه بیزینس تحصیل کرده و یکی از بهترین و باسوادترین فوتبالیست‌های جهان محسوب میشه و از سن پایین شروع به فعالیت توی فوتبال کرد، اما در کنارش تحصیلات خودش رو ادامه داد و تونست در هر دو زمینه ورزشی و علمی به موفقیت‌های خیلی زیادی برسه. کمپانی در آکادمی بیزینس منچستر تحصیلات خودش رو تموم کرد و بعد از اون به مطالعه فوق لیسانس توی همین رشته پرداخت و در سال 2019 دوره تحصیلاتش رو با گرفتن فوق لیسانس تکمیل کرد. جورجو کیلینی، این بازیکن ایتالیایی فوتبال متولد سال 1984 و در حال حاضر توی تیم یوونتوس و در پست دفاع بازی میکنه. اون در زمینه بازرگانی و اقتصاد تحصیلات داشته و جز 10 فوتبالیست باسواد در کل جهان شناخته میشه. این فوتبالیست تحصیل کرده اقدامات خیلی درخشانی توی زمینه ورزشی انجام داده و همچنین کیلینی در رشته‌ای که تحصیل میکنه مقالات علمی خیلی زیادی هم بیرون داده که باعث شده جز بهترین و باسوادترین فوتبالیست باشه. و هم حالا میرسیم به اسطوره‌های فوتبال، یعنی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. اول شروع میکنیم با لیونل مسی. لیونل مسی توی یکی از گفتگوهای خودش گفته که به دلیل قرار گرفتن توی مسیر حرفه‌ای فوتبال و شناسایی استعداد بی‌نظیرش از توی آکادمی بارسلونا هرگز فرصت نکرده که به کالج بره و تحصیل کنه، اما واقعیت اینه که تحصیلات مسی اصلا به حدی نرسیده که اون بخواد به کالج رفتن فکر کنه حتی. اما درباره میزان تحصیلات دقیق لیونل مسی اطلاعات خیلی کاملی وجود نداره، اما چیزی که مشخصه اینه که یکی از بزرگترین و بهترین اسطوره‌های تاریخ فوتبال دنیا تحصیلات چندان بالایی نداره و در خوشبینانه‌ترین حالت به گفته دوستان و نزدیکانش و منابع معتبر فوتبالی اون 9 کلاس درس خونده، اما برخی از منابع اینو میگن که مسی روی هم رفته فقط 6 کلاس درس خونده. کریستیانو رونالدو، در اکثر گفتگوهای رونالدو به این اشاره میشه که اون تحصیلات حداقلی رو داره. منظور از تحصیلات حداقلی گذروندن دوره دبستانه. البته در سال 2002 رونالدو پیش از پیوستن به منچستر یونایتد توی یکی از مسابقاتش گفت هم به فوتبال فکر میکنه هم به درس خوندن، اما واقعیت اینه که
دیدم تحصیلات رونالدو به زحمت به 6 کلاس میرسه. رونالدو خودش بارها اعتراف کرده که 6 کلاس بیشتر درس نخونده. با این حال اون استعدادش رو توی جای درست سرمایه گذاری کرد و الان یکی از بهترین های دنیاست. اما حالا که کریستیانو رونالدو و لیونل مسی رو گفتیم، بیایم بریم سراغ نیمار. برای نیمار توضیح واضحی درباره تحصیلاتش وجود نداره و نه خودش نه اطرافیانش هیچ اشاره مستقیم یا حتی غیر مستقیمی به این قضیه انجام ندادن و این یعنی یکی از گرونترین بازیکنهای تاریخ فوتبال جزو ستارهایی هستش که مدرسه رفتنش خیلی طول نکشیده. نیمار جونیور در خوشبینانه‌ترین حالت 7 کلاس درس مونده، اما نیمار تا به حال درباره اینکه چقدر به مدرسه رفته هیچ توضیح کاملی ارائه نکرده. اما در نهایت این ویدیو باید بگم اکثر نوابق و ستارهای بزرگ دنیای فوتبال که نه، همه افراد جهان این رو میدونن که چی به دردشون میخوره و باید هدفشون رو کجا دنبال کنن. میزان تحصیلات یک فرد نمیتونه باعث تحقیر اون بشه یا میزان تحصیلات بالای یک فرد لزوما نمیتونه نشانه برتری اون فرد از فرد دیگه ای باشه. اما فوتبالیست‌ها یک ویژگی مشترک دارن، ویژگی مهمی که انگار سرنوشت مشترک تمام اونهاست. در واقع هیچ کدوم از این ستاره ها نمیخواستن فوتبال رو فدای تصمیمات تحصیلشون بکنن و شاید این تصمیمشون کاملا درست باشه. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب به کانال تو فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.